محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار از پاریس، تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای اکبرین، هر چه میشنویم حاکی از اینه که حزب الله طبیعتا هم به انگیزه خونخواهی بهنیه، اما بیشتر برای فاج شکر یک پای این حمله باشه و تبعاتش با توجه به نزدیکی لبنان به اسرائیل، دسترسی که وجود داره، میتونه هم برای حزب الله هم برای لبنان مهلک باشه. وقت شما بخیر. الان پیچیده ترین موضوعی که حزب الله باهاش مواجهه، من از سخنرانی امروز نصرالله هم این رو فهمیدم، اینه که جامعه لبنان رو با خودش همراه کنه. ببینید، حزب الله یه چیزی رو میدونه و اون اینه که مثل جمهوری اسلامی در این موضع قرار داره که اگر پاسخ ترور فؤاد شکر رو نده، همونجور که جمهوری اسلامی میگه اگر من پاسخ ترور اسماعیل هنیه رو ندم، اون حیثیت و اون جایگاه و اعتبارم ملکوک میشه در دنیا و پیش هوادارانم در منطقه. حزب الله هم در همین موضع هست، اما مشکلی که وجود داره همراه کردن جامعه لبنانه. ببینید، تو صحبت امروزش داره برای مردم لبنان توضیح میده، به اونها میگه که از ما نترسید، از مقاومت نترسید، اگر مقاومت در این جنگ پیروز بشه به ضرر شما نیست. یا خطاب به دولت لبنان و مسئولان لبنانی میگه که نمیشه که ما بجنگیم ولی شما بخواید سیاحت تابستانی، توریسم تابستانی رو حفظ بکنید، مثلا اقتصاد لبنان لطمه نخوره، اینا غیر قابل جمعه با جنگ. یعنی میخواد اونها رو قانع بکنه. با رسانه های لبنانی به شدت درگیره. تعبیر عجیبی داشت امروز، گفت که رسانه های لبنانی، رسانه ها از سلاح اسرائیل برای ما خطرناکترند و من در جایگاه قضاوت و قاضی و قوه قضاییه نیستم، ولی اگر بودم این رسانه ها رو مفسد فی الارض اعلام میکردم. به شدت از طرف رسانه ها فشار روش زیاده. به نظر میرسه که جز بخشی از جامعه لبنان، طیف وسیعی از این جامعه با او همراه نیست و این بزرگترین و پیچیده ترین مشکل حزب الله در این پاسخ میتونه باشه. آقای اکبرین، شما خودتون زمان جنگ 33 روزه در لبنان بودین، فضا الان به نسبت اون دوره چه تغییراتی کرده؟ ببینید، دو تا نکته خیلی مهمه. یکی این که باز اشاره میکنم به حرفهای امروز نصرالله که او گفت که اسرائیل در ماجرای اسماعیل هنیه پیروز شده، در ماجرای کشتن فؤاد شکر پیروز شده. یعنی اینها رو اعتراف کرد، برخلاف دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی و دستگاه تبلیغاتیش که میخواد بگه هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی نه، اعتراف کرد، گفته او پیروز شده، ولی این پیروزی نهایی در جنگ نیست. خب، مسئله‌ای که وجود داره اینه که موازنه ترس برقرار شده. اگر در جنگ 33 روزه شرایط بیشتر به ضرر حزب الله بود و کمتر به ضرر اسرائیل بود، یعنی آوارگی بیشتر این طرف اتفاق بیفتاد، به هر حال 30,000 کارگاه از بین رفت و 9,000 کارگاه از بین رفت، 30,000 واحد مسکونی از بین رفت، 600 کیلومتر جاده از بین رفت، اون موقع این طرف خیلی اتفاق افتاد، اما مردم آواره شدن، فرودگاه لبنان تعطیل شد، فرودگاه بیروت. اما الان که نگاه بکنیم میبینیم یه موازنه ترسی برقرار شده، یعنی اون طرف هم بیش از 270,000 اسرائیلی الان آواره شدن، حداقل طبق آماری که راجب شمال اسرائیل گفته میشه. فرودگاه تل‌آویو خب خیلی از پروازها رو اونجا متوقف کردن. این حس ترس و این حس آوارگی اون طرف هم وجود داره. به نظر میرسه که شرایط نسبت به اون سال الان برای اسرائیل هم همون اندازه سخت‌تر شده که برای حزب الله، اما خود نصرالله هم امروز گفت که همچنان شرایط نظامی و امنیتی اسرائیل بهتر از شرایط دیگران. آقای جواد اکبرین، روزنامه‌نگار از پاریس، ممنونم از شما.